از توییت علیرضا جی‌جی که تیکه بود به رضا پیشرو تا پرهیت ترین موزیک ویدیو تاریخ رپ فارسی، به علاوه رسیدن 11 آرتیست رپ فارسی به 200,000 مانتلی لیسینر، میریم که با هم این رپ حواشی رو داشته باشیم. سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما هم اینجا کوکتل تیوی با یک رپ حواشی دیگه در خدمت شما هستیم. در ادامه توییتای حاشیه داری که علیرضا جی‌جی میزنه، یه همچین توییتی هم زد جدیدن. رپرایی که تیکه مینداختن که آرجی چیه و اینا، الان همشون دارن میان با آرجی کار کنن. آخرش همه دنبال دو تا چیز میرن: یک، پول، دو، کاری که جی‌جی 10 سال پیش کرده. خب مشخصا یه سرش به رضا پیشرو و حواشی آهنگ بلو میخوره و یه سریاش هم شاید به کچی بیت. بسادلی توی همچین استوری گذاشت که اسکرین شات بود، به نظر میاد از یکی از رسانه‌ها که متنش به این شکله: برای اولین بار در تاریخ رپ فارسی 11 آرتیست همزمان به بیش از 200,000 شنونده ماهیانه در اسپاتیفای رسیدند. کوروش، آرتا، مهرادیدن، پوبون، بهزاد لیتو، سیجل، سپرخلسه، امیر تتلو، کاگان، شایه و مهیار. خودش هم نوشت پرچم رپ فارسی بالاست، بریم برای هر آرتیست 1,000,000 مانتلی لیسینر. خیلی خبر خوبیه. 3-4 سال پیش که پلتفرما داشت جا میافتاد، فکر نمی‌کنم هیچکی فکر میکرد به این زودی بشه همچین ارقامی رو روش زد. فکر میکنم خیلی جای خوشحالی داره و خیلی هم انگیزه میتونه بده به آرتیست‌های جدید که به همچین رقم‌هایی میشه رسید و حتی بالاتر. سروش پاپولوژیست یه پست از خودش گذاشت که توش دوتا فری استایل هم بود که به نظر میاد فری استایل‌های کارای جدیدش قراره به زودی بشنویم. اول میبینیم با همین فری استایل‌ها رو. الوارش گشاد، دستش معلومه یکم ادلین، اومد رو کنگ و لطفا بده یکم از لین. سه بار آنالی شد که در ازاش ببرم چی، ملودی ما از دست دادم سر یه خبر چی. سیبیل ندارم چچن، رو فیس بچه سمن، زیر صندلی بفه شاشم میده بو ببه، متادم به رنگ گل بهم چسبید زرنگه و دوست داره بده یه دو سویچ بدم بزنه دو. فالوور تیم ما نام دوام، برات دیدم جان نام دوام، بین رفیقام یه ایران. بعد از این فری استایل ها پوری آدرویت اومد کلی وایس داد و دوباره گرفت روی بلاد. میبینیم اینا رو با هم به ترتیب. کارکوسه یارو هرس تو چشاش موج میزنه، بعد فن کونیش به من پشت میده. کسکش ننه بیناموس. بلاد کیری بابا سر ما شد. بلاد اسکل کیرم تو دهن اول آخرت بره. این بلادی که داری تو شاششو غرغره میکنی سر ما شد بلاد. بلا این کونیا رو سک نمیشاشه روشون موقع مولا. کیرم تو دهن آدمی که علکی فقط قیافشو کز و کله میکنی، هیچی توش نیست. من مادر اون آدمو گاییدم. یارو میگه اینا دارن اشغال میکنن، آدرویت داره ارث میخوره. بابا کیرم تو دهنتون یه خونه چوبیه سخت گالوانیزه که دیگه به درد این صحبت ها نمیخوره که. کیرم تو دهنتون بده. این تیم کلن کزه، یکی 20 سانته، یکی 2 متره، یکی شلوار پارچه ای میشه، یکی ریش میذاره، یکی یقه آخون نمیمنده. تیم کلن زیقه. سر نتیجه چی؟ هر جا که من اومدم حرفی، سخنی، کسشری، حالا هر چی که دوست داری اسمشو بذار، گفتم نه یا بگو نمیدونم آدرایت دنبال چی، به تو نمیرسه، زجه نزن، نمیدونم فلان نکن، بیسار نکن. کسخل، این دنیا کلن روی چیزی بنده، پول، چیزی که ما زیاد داریم، کیرمون هم نیست، یعنی اسکناس یه جوری که مسترام چونمونه باش پاک میکنی. و کل این مجموعه داره دنبال این اسکناسه میدوه. ما دویدنیامونو دویدیم قدیم، تموم شده. خب پس نه یا بگو نمیدونم تو اینا اشغال میکنن، هرس میخوری. کل شب اینا رو من با گوزم میخرم، با گوزم یه دونه بگوزم یه سال اینا کلن رباله. کس شعر نبندید دیگه، یه چهار تا استعلام بگیرید. آقا من کد ملیمو میخواید بذارم اینجا، برید یه چهار تا استعلام بگیرید فلان، چهار تا سندی مندی، بعد بیایید گو بخورید ناموسم، فکستنی نشید دیگه. بعد من واقعی هم اینی انقدر خایلای پاهم هست میام اینجا اسم میبرم. خب یهو چجوری بهت بگم، کل تیمو فش میکشم، یه نفر دو نفرم نه، انقدر خایلای پاهم هست تو اینا پاسخونه میبینم فش میکشم همشونو. خب ولی اینا چی؟
یه کونی اون پاش وایساده میگه کس ننه بدخوی بلاد. این یعنی چی؟ یعنی پول یاد دوید چیرم تو دهنت ولی خواهی ندارم اسم تو بیارم. یعنی این که سروش کل تخم مرغ جمع میکنی ده نفر دور خود مثلا الکی میپری بالا پایین، اینا از کی شروع شد؟ از زمانی شروع شد که من ریدم بهتون. قبل این داستانا چرا این کسخل بازی ها رو در نمی آوردید؟ پس خایه داشته باشید آجی، بیایید خایه داشته باشید، اس ببرید صحبت میکنید داداش تا تش وایسا دیگه، یا گنده نگوز یا گنده میگوزی درست حسابی بگوز ببینیم چی میگوزی. بعد چونی شما شخصیت واقعی خودتون رو قایم کردید بابا، به مولا که قایم کردید، خایه نمی کنید اصل خودتون رو کنید. یعنی همش دارید ادا اطفار میایید، همش دارید ظاهر قضیه رو حفظ میکنید. به مولا که پلشید، به اول فصل که پلشید، خودتون هم میدونید پلشید. به این من هیچ وقت نمیخوام یه میلیون آدم منو سر کارهایی که نکردم بشناسم، میدونی؟ فقط دوست دارم کسی هم اگه به من اعترام میذاره سر چهار تا حرکتی که توم دیده اعترام بذاره، نه سر خالیبندی و کپ و شبربازی و گندگوزی علکی. یه اون واسه ملت خالی بستید چونی، در صورت که شب سرتو میذاری رو بالش میخوابی با ترس و استرس میخوابی ناموسن، خایه میکنی به موله میخوابی. خیلی فوشای عجیب غریبی داره میده پوری آدروید، ولکن هم نیست دیگه، خیلی وقت این کارو داره انجام میده، اما در جواب بهش کاگان اومد همچین چیزی نوش سخاره هیترا. خب میرسیم به حواشی ترک بلوک، آهنگی بود از سینا به همراهی رضا پیشرو که اول تیزرش تو آرجی اومد که آرجی نشود به زودی قرار این بیاد. سینا اومد گفت آقا هر وقت لیبل شد بیان یه چیزی بگید، نه ما پولی از کسی گرفتیم نه کاری کردیم نه از جای قرار بیاد. بعد آهنگ موزیک ویدیوش از سکشن 13 اومد، یعنی لیبل شد در آخر و در سیکشن 13 موزیک ویدیوش اومد و در نهایت موزیکش هم روی RJ بود. و داستانی که هست، شما وقتی میرین موزیک ویدیو رو میبینید 4500 تا کامنت گرفته تقریبا که بیشتر از 90% هیت و ترول سینابه. همینا باعث شد که سیناب بیا توی تلگرامش یه سری متن بنویسه، نوشت ویدیو بلو از یوتیوب پوتک اومده و لیبل سیکشن 13، کپی رایت اثر با آرتیسته که روی پلتفرم ها آپلود شده، فقط لیبل که توی ویدیو اومده تحت قرارداد. خب شما گفته بودید نه قراردادی هست نه پولی گرفتیم نه قرار لیبلی بیاد. حالا این داستانی که قرار شما موزیکو به هر لیبلی بدید که قرار حقتون رو درست بده و کپی رایت مستر نگیره، حق قرار آرتیستیه، زحمتش کشیده، یه جا هم میخواد حالا هزینه کنه، رویالتی بده، هر چیزی کار میکنه، حق هم هست. مسئله اینجاست که شما یهو میای این کار میاد به دروغ میگم چه چیزی نیست یا گردن نمیگیری. خب آقا شما اون زمان اومدین با آرجی درگیر شدین که حقوق آرتیستا رو بده، الان داره حقوق آرتیستا رو میده، میتونید کار بکنید. گردن نگرفتن اینو من متوجه نمیشم. بعدش همچین پستی گذاشت، طرف زیر کامنت های ویدیو زده روز مرگ سینام تولد منه، 100 نفر لایک کردن، ولم کنید دیگه چطوری میخواید بزنید بهم؟ الان مشکل شما پخش شدن آهنگ از رادیوه، اگر پست زدن خودشون گذاشتن و گفتم بردارن. یعنی بعد از اون 10 سال پیش که رضا پیشرو گرفت رو آرجی و دیگه کارهای رضا رو نذاشتن، الان که آرجی داره به همه رویالتی میده و یا ادوانس میده و کپی رایت مستر معمولا از آرتیست های بزرگ دیگه نمیگیره، اومدن خودشون اینو زدن. عجیبه، کپی رایت هم دست خودتونه، شما کپی رایت نزدید بیاریدش پایین. قبل از همه شما اولین نفر پیشرو با این موزیک ارتباط گرفته و همه جوره حمایتش کرد. 4 تا ریاکشن که طرف موزیک حالیشه میبینم میفهمم ما چیکار کردیم، همینا واسم بسه. بعد از این اومد گیر اکشن ویدیو از موسا گذاشت که طرف یک کلمه انگلیسی نمیفهمه، یعنی فقط اونجا نشسته آیا اوی میکنه الکی، یک کلمه اصلا چی گفت اینا نمیفهمه. حالا ما کاری کلن زیاد به کیفیت موزیک و اینا نداریم، ولی آقای سیناب این که نوشتی چطوری میخوان به من بزنن، کسی مگه با شما مشکل داشت؟ شما این همه تو موزیکات این ور اون ور کارما 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 میکنی، حالا خیلی لفظ خزی و اصلا جای گفتنش نیست، ولی کارما اگه اعتقاد داری و هیراجوش میگی همینه. شما این همه به این و اون زدی، به مخاطب رپ فارسی زدی، به آرتیست رپ فارسی زدی و این همه کارهای عجیب غریب کردی، نه اومدی معذرت خواهی کردی، هیچ وقت گردن نگرفتی، همیشه یه بهونه آوردی ای تو این داستان غرق شدی، نه اومدی پولایی رو که گرفتی پس بدی، هیچی، فقط بهونه 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 بهونه. چند تا مثال میزنم. یک زمان ما یا بابایی رو بردیم استودیو ایشون، گفتیم این میخواد ترک ضبط کنه، استودیو میخواد، بیا واسش ضبط کن، هزینه بگیر، حالا بیت میخواد، اینا کارشو بگیر. اومد جلو ما نشست، فازشو گرفت، 4 تا
لاین زد و فلان و اینا، گفت آقا تو بیا تو آلبومی که رضا پیشرو هست و اینا انقدر بده. گذشت، ما اومدیم خونه به این بابا زنگ زدیم گفتیم آقا با این فیت نده تو آلبوم نذار. گفت چرا میگی این کارا را کنم؟ دلیلا رو گفتم، اینه 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 اینه. دو تا آرتیست دیگه تو آلبوم ایشون بودن که من بهشون گفتم آقا یه همچین شخصی تو آلبومه، اونا کنسل کردن. خود سینا اومد زنگ زد به من، بوسی چی به اینا گفتی فلان؟ گفتم دادش من فکر کردم شما حرفه‌ای گفتی که یه همچین شخصی تو آلبوم هست، ولی نگو نه تنها به اون دو تا نگفته بود، تا روز آخر به بقیه آرتیست هم نگفته بود که خیلی شاکی شده بود. و بعدش هم رفت مصاحبه کرد یه جا، گفت من به خاطر آرام این بابا رو آوردم تو آلبوم، در حالی که نه این داستان بود، همون دوتا آرتیست بهش گفتن فیت نده اینو، نه تو آلبوم اگه اینا هستن ما نمیایم، که اونا هم حالا شاهدن، هم من بهش گفتم. حالا بغیر از اینا، آقای سیناب همیشه فلکس پرشین رپو میکنه که آقا ما همچین پلتفرمی آوردیم، آرتیست ها بیان آلبوم بفروشن، پول درارن فلان. زمانی که یوتیوبشو زد و اومد که فعالیت کنه اینجا، به بچه های ریاکشن که اون تایم تازه داشت خیلی شکل میگرفت و اینا، اومد بهشون گفتش که آقا بیاید واسه من ویدیو بسازید، من 50% درآمد ویدیو رو بهتون میدم. حالا کیا اومدن؟ یزدان رادیو اکتیو زون بود، پرشین رپ ریاکشن بود، گیزر بود، من بودم و چند تا از بچه های دیگه. حالا من اومدم ایده رو بهش گفتم، مثلا این ایده که قرار بود برنامه رپ شاهکار ساخته بشه، خودش هم خیلی حال کرد، ولی خب من ویدیو رو نساختم. چرا؟ چون دیدم آقا ایشون 200 تا سابسکرایب داره و به هیچ کدوم از اون بچه‌ها هم نگفته بود، سابسکرایب‌ها رو هاید کرده بود. بچه‌های تایم زیادی، حالت 2-3 ماه بیشتر کار کردن، یکی اخبار رپی میساخت، یکی برنامه خودشو میساخت اینا، و هیچ خبری نشد. قول و قرارایی که داده بود به اینها، حالا نمیدونم بچه‌ها چرا حرف نمیزنن، یا دنبال حاشیه نیستن، یا حوصله به هر حال حرفای سینا و دروغایی که دوباره میخواد بگه نداره. حالا برسیم به پخش آلبوم‌ها، فروش آلبوم‌ها. اینو میبینید، این آلبوم اتصالیه، اینو میبینید آلبوم اتصالیه، این حتی کاور نداره و این هم حالا سی دی داخلش که اینو منتشر کردن، ما اینو خریدیم. اومد اینجوری اومد که انقدر کیفیت پایین بود خشارینا ناراحت شدن و دوباره حالا سن کردن، همچین چیزی رو میفروختن 150,000 تومان اون زمان که کاور نداره، آلبوم ها دیر میومد فلان. یا حالا که بماند، بعد از اینکه این حالا هاوشین پیش اومد، آلبوم ها اینجوری شد که حالا مال خود پرواز رضا پیشروه و بهتر شد. حالا یه سوال دارم از آقای سیناب، چرا دیگه کسی نمیده آلبوماشونو بفروشی؟ این پلتفرم خوبی نبود، از آلبوم انگیزه بگیر که 6 ماه بعد فرستادید پک و خونه یکی دیگه بود و خود شما هم فکر میکردی فرستاده شده که اونقدر دیر رفت، تا هودی رضا پیشرو که خود من خریدم 9 ماه تمام $240 پول دادیم نیومد، برای شخصی که با در ارتباط تریبون داره این نیومد دیگه، اون بنده خدا بماند. من اینو یه بار گفتم که آقا همون زمانی که من اینو گرفتم، من راجع به این حرف زدم، رضا پیشرو اومد به من دایرکت داد که آقا چرا تو داری بیزینس منو فلان میکنی اینا، به رضا پیشرو کامل توضیح دادم با سند و مدرک چه اتفاقی افتاده. رضا پیشرو بنده خدا از من عذرخواهی کرد که تیمش یه هودی به من فروختن $240، 9 ماه ارسال نشده، خودم رفتم دم مغازه گرفتم. خب شما این بود کارت، بعدش هم که این ارزه. حالا از این بماند، شما انقدر گندکاریات بیشتر از این حرفا بوده، حالا پیج فیک اینستاگرامت بماند که فیک ترین پیج اینستاگرامه که تو اونم داری مردمو گول میزنی، اون که طرف خودش این داستان کوین و اینا از این ور که آبرو آرتیست رو باز داری میبری، اصلا معلوم نیست کی پشت اون عرضه داره کار میکنه. بقیه کارات که بماند، خاکستر روشن یک دادی، به وضوح معلوم بود خیلی ها یوزرن این تو، یعنی میدونستن بچه ها، خیلی هم میدونستن آقا اینا یوزرن. اومدی گفتی حمایتیه، تو ریاکشن ویدیویی که ما گفتیم اومدی گفتی نه کی گفته ما حمایتیه، مجانی کار اینا رو کردیم فلان. 6 ماه گذشت اومدی گفتی نه خب معلومه پولم میگیریم. خب چرا همون روز اول دروغ گفتی؟ مثل خاکستر روشن دو الان که از خیلی ها پول گرفتی، بعد زنگ میزنی ازشون پول قرض کنی که بعد میگی بیا آقا 3 روزه 4 روزه بهت میدم، یکی دو نفرم نیستن، بعد پولشون رو نمیدی، بهشون میگی بیا یه ترک دیگه اد کنم. چی کار داری میکنی سیناب عزیز؟ همون موقع که رضا پیشرو از طرف تو از من عذرخواهی کرد به خاطر این داستان، به من گفت بیا سینابو کمک کنیم درست شه. سعی کردیم، آیا شدی؟ اومدی این ور دروغ، اون ور دروغ، این ور دروغ، کسی که من به عنوان یه شخص خواستم بهت کمک کنم، اومدی اون ور به خاطر آرام، یعنی آبرو همه رو میخوای ببری. یه بار گردن بگیر اشتباه کردی، بیا اون هزینه‌ای که بوده رو پس بده، اون قراردادی که امضا کردی پول گرفتی واسهشو انجام بده درست مثل انسان حرفه‌ای، بعد انقدر منت بذار من فلان کارو کردم، من بیزار کارو کردم. چیکار کردی؟ پول از این گرفتی دادی به اون، انداختی روی ترک آلبوم دادی، یا پول از این اون گرفتی حتی ترکشون هم نذاشتی، پول گرفتی با یارو فیت دادی، خودش هم نمیخواسته تو ترک باشی، به زور تو ترک اومدی دادی بالا پاک کردی. اینم که اینه، اینم که کوینه. خب مخاطب رپ فارسی
اینجا نشسته که شما هی از هر کی بزنی و آخرش هم هیچی، نه کی گفته، نه کی گفته، نه چی گفت. بابا بس دیگه، کل ایران مخاطبا همه دارن دروغ میگن، همه شما کار شما درسته، من که به چش دیدم با خود من این کارا رو کردی. حالا اون بنده خدایی که یه جا صداش به جا نمیرسه، معلوم نی پکا رسیده نرسیده فلان اینا بماند. بابا بس دیگه، معلومه مخاطب اینجوری میشه. ببینه آرتیستش تو داری، آرتیستی که 20 سال تجربه داشته تو بازی، این همه اعتبار داره، همه براش میمیرن، یکی از بهترین رپرهای ایران، این بلا رو داری سرش میاری با کوین فلان و بیسار. بابا بی خیال، تو همون برنامه جورجندی رفتی داره بهت میگه آقا بگو که این پشت عکسش رو نشون بده. میارمش تو لاب، کو لینکدینش، کو طرف، می میشه همچی چیزی؟ یعنی 2 سال تو تحقیق کردی برای یه پروژه، آخرش یه اسکمر داره کارشو برات میکنه؟ من میشه همچی چیزی؟ بعد مشکل از مردمه؟ به نظر مردم مخاطبا اکثریت کار شما بده؟ اینا نمیفهمن. خب چرا داری برای اینا فعالیت میکنی؟ برو برای همون امثال موسا فعالیت کن دیگه، انگلیسی بخون داری شما. من میشه همچین چیزی؟ بابا بی خیال عزیز من، بی خیال الکی که نمیشه این داستان. حالا باز خیلی چیزا بماند، از اینکه میری باج میدی به رسانه رپی، بیا من خبر اختصاصی رضا پیش رو بهت میدم فلان چیزو پاک کن، مدارکش هم هست، به خیلی های دیگه هم گفتی نه بیا اینجا راجع ما خوب بگو، کپی رایت برمیدارم، بیا اینجا فلان کارو بکن، خبر اختصاصی از رضا بدم. رضا پیشرو میدونه اینو، اینکه شما وایس آهنگاشو میری میفرستی فیتش با حسینو برای شخص دیگه فرستاده بودی، اینا رو میدونه رضا پیشرو، یا میری میگی آقا فلان چیزو زدی پاک کن من خبر میام بهت میدم، اینا رو میدونه. دیدیش این کارا رو کردی دیگه. تو همین 3 سال پیش همه رسانه‌ها هم هواتو داشتن، چرا؟ چون از این قلابشون داده بودی. الان اون چرا هواتو ندارن؟ تو پست میذاشتی میومدن شیر میکردن، چرا الان نمیذارن؟ چرا الان همشون به تیکه میندازن همینجوری یهو؟ یعنی یهو همه تصمیم گرفتن باد حال نکنن، یا نه نکنه یه کورپوریشن بزرگی از سر پول میده که بیان راجبه تو کامنت بذارن. آدم اشتباه میکنه، میاد گردن میگیره، عذرخواهی میکنه، برطرف میکنه، حل میکنه، اشتباهی که کرده رو جبران میکنه، ول میکنه، میره. هر چی میشه شما فقط بهونه، نه اینه، نه اینو، این بهم گفت اینو، همش دروغ، همش کلاهبرداری. بابا بی خیال دیگه، از آرتیستی که بنده خدا پول جمع کرده با رضا پیشرو فیت بده، تو میری پول قرض میگیری میگی بهت میدم پولشو نمیدی؟ مردم همه بدن، شما این وسط خوبی همه بدن، یعنی کل ایران نمیفهمن. خب اینجا فعالیت نکن، برد برو، زشته آجی، زشته. خلاصه این بود از این رپ حواشی، امیدوارم که لذت برده بوده باشید. من یه پرانتز بکنم، به خاطر حالا این قسمتی که روی سیناب من انقدر به صورت هارش دارم برخورد میکنم، مسئله هیت و این داستانه نیست، مسئله اینه که بس مفری از ریاکشن کار و مخاطب رپ فارسی و مردم عادی و آرتیست و آرتیست آپکامینگ و اینا، بس مفری، و یکی به هر حال یه جا باید صداش در بیاد. و من نمیدونم یه کاراکتری مثل سیناب واقعا داره چیکار میکنه تو رپ فارسی، و منم تمام تلاشمو میکنم که امثال سیناب ها تو این مارکت نباشن، چون نه خودمون کم ضربه خوردیم از امثال ایشون، نه رفیقامون، نه آشناهامون، نه مخاطبای عزیز رپ فارسی، همه هیچکی در امان نبوده. آقا دو قرتونی میشم باقیه که چرا ناراحتن از دست ما؟ عذرخواهی میکنم که پول مردمو خوردی، مردم ناراحت شدن، پکاشونو درست نفرستادی ناراحت شدن، پول آرتیستو قرض گرفتی نداد، عذرخواهی میکنن همه اینا، ببخشید مشکل ایناست. مورد داشتیم طرف پول داده فیت ببنده با یه شخصی که این آقا معرفی کرده، پیام داده گفته آقا فیت من چی شد؟ 7 ماه گذشته، طرف برگشته پیام داده میگه بی ادبی نکن، درست صحبت کن. واقعا ببخشید که 7 ماه طرف منتظره و کارشو انجام ندادید، خیلی عذرخواهی میکنم من طرف هم. بابا بس دیگه، بس مفری آجی، بس. و این بود از رپ حواشی امروز. واقعا این چیزا میره رو مخ آدم، آدمو عصبانی میکنه، نمیدونم از رو هم نمیرن. واقعا من میشم چی چیزی؟ به هر کی زنگ بزنی آقای سیناب یه جای گندی زده. یعنی شما به هر کی که 2 روز تو رپ فارسی اومده تا 20 ساله یه زنگ بزنی، یه خاطره بعد از سیناب تعریف میکنه که یه جای گندی زده. اینا میخوان سینابو بزنن زمین الکی، اون کرم دارن. بابا بس آجی، بس. خلاصه این از این، دمتون گرم، اسکی تو این لحظه رپ حواشی رو دیدید، امیدوارم لذت برده بوده باشید. تا ویدیو بعدی، سی یو سون.